رقصی در ماه رمضان به اعتقاد اینکه هنوز اذان صبح نشده بدون آنکه تحقیق کند غذا می‌خورد، سپس متوجه می‌شود که بعد از اذان غذا خورده است. تکلیف او چیست؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. مورد سوال: از مواردی که زیاد اتفاق میفته در ماه مبارک رمضان، بعضی ها دیر از خواب بیدار میشن سحر، فرصت خیلی برای خوردن سحری ندارند، با عجله میخورن و توجهی هم به رادیو یا تلویزیون یا اذان مثلا مسجد و امثال اینها ندارن و ادامه میدن خوردن سحری رو. بعد هم متوجه میشن، ساعت رو نگاه میکنن، متوجه میشن که بله مدتی است که اذان گفته شده. خب اولا باید این افراد مدیریت کنن زمان رو و پیش بینی بکنن از قبل برای بیدار شدن سحر. حالا ما نمیگیم حتما نماز شب بخونه، دعای سحر بخونه، دعای ابو حمزه بخونه، نه، بیدار میشه سحریش رو بخوره که بتواند روزه بگیره و فرصت کافی داشته باشه سحری رو بخوره، بعدش دهانش رو پاکیزه کنه، مسواک بزنه با خیال راحت قبل از اذان صبح و سپس وارد صبح بشود. حالا به هر ترتیبی، یا کسی او رو بیدار بکنه یا روی تلفن همراهش مثلا فرض بفرمایید که این قابلیت هست که زنگ بزنه ساعت خاص یا ساعتی امثال اینها، باید این رو از قبل پیش بینی بکنه. حالا اگر پیش آمد کرد انسان دیگه و خواب مونده بیدار شده و اصلا نگاه نمیکنه به اذان صبح چقدر مونده، اصلا نگاه نمیکنه، تحقیق هم نمیکنه، تلویزیون هم نمیزنه که ببینه خب الان تلویزیون مثلا داره دعای سحر میخونه، اذان میگه چیه، اذان مسجد محلشون هم که ممکنه فرض کنین مسجدی ندارن تو محلشون، دور اصلا صدا نمیاد. این معمولا ادامه میدهد بدون تحقیق با خیال راحت و بعد که سحریشو خورد کاملا سیر شد پا میشه، مثلا دهانش هم پاکیزه میکنه، مسواک هم میزنه، بعد میگه که خب حالا ببینیم که الان صبح شده یا نشده. روی جدول ساعتی که برای اذان صبحه وقتی نگاه میکنه میبینه که بله الان مثلا 10 دقیقه از اذان صبح هم گذشته و رد کرده. خب این شخص روی قاعده و قانون تو روز چیزی خورده، چون اذان صبح که میشه روز است، صبحه، یعنی تو محدوده روز است، تو محدوده روزه چیزی خورده و آشامیدن رو انجام داده، پس بنابراین این روز رو حتما باید غذا کنه، چون خورده باید غذا کند، خوردن اتفاق افتاده، مبتل اتفاق افتاده، حتما این روز رو باید غذا کنه، ولی کفاره نداره. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکرد که هنوز صبح نشده است، فکر میکرد که هنوز شب ادامه دارد، بنابراین یعنی اگر میدونست که صبح شده نمیخورد، پس کفاره نداره، ولی اون روز را روزه بگیرد تا افطار، بعدن همون روزی را که روزش هم گرفته، یعنی در هر صورت عرض میشود که باید هم روزه هم جریمش، هر دو روزه رو بگیره تا افطار، بعدش هم باید اون روز رو حالا هر وقت که خواست تا ماه رمضان بعدی نرسیده اون روز رو قضا کنه. بله تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه آقای وحیدپور که پاسخ دادن به سوالات فقهی احکامی که شما عزیزان برای ما ارسال کرده بودید به برنامه.